بسم الله الرحمن الرحیم، در خدمت شما هستیم با جلسه اول از واحد بیو میمتیک یا بایو میمتیک، معرفی علم بیو میمتیک، آذر ماه سال 1396. خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستم که میتونم خدمتی به جامعه دریایی و سایر علاقمندان از سایر رشته‌ها باشم. امام علی علیه السلام می‌فرمایند که بهترین دانش آن است که با عمل همراه شود. بله، چه خوبه که ما درس‌هایی که می‌خونیم رو بیاییم و نمود عملی اونها رو هم ببینیم در صنعت، و تا چیزی رو آدمیزاد لمس نکنه نمیتونه به مشکلات اون پی ببره و در پی بهینه‌سازی اون بر بیاد. جا داره از دوست عزیز، استاد عزیزم، جناب آقای دکتر محمد مونسان تشکر فراوانی رو کنم که واقعا بدون هیچ انگیزه مادی، بدون هیچ سود، بدون هیچ منفعتی، ایشون دارن واقعا زحمت میکشن برای رشد و تعالی علم مهندسی دریا در ایران، و من خیلی به ایشون مدیون هستم، آنچه رو که میدونم از علم مهندسی دریا، و براشون آرزوی موفقیت و سلامتی میکنم. بنده حقیر احمد عباسیان هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری دریایی دانشگاه صنعتی شریف. فعالیت پژوهشی که در حال حاضر روشون کار میکنم، یکی مدل سازی عددی شناورهای پروازی زیر نظر پروفسور قاسمی، که ما در مورد مقاطع شناورهای پروازی کار میکردیم در تریم های متفاوت، در سرعت های متفاوت، و هنوز هم کار میکنم. یعنی این مثالی که براتون میارم، این فعالیتایی که هستن، اینها رو هم در نظر دارم به صورت اینجوری فیلم تهیه کنم مثل همین بیومیمتیک و در اختیار شما عزیزان قرار بدم تا به رشد جمعی برسیم و از رشد فردی خودم زیاد در نظر نگیرم، رشد فردی خودم رو بیشتر به رشد جمعی جامعه دریایی فکر کنم. در حال حاضر در مورد سیستم تعلیق دریایی کنترل اکتیو یا اکتیو کنترل شناورهای تنرو کار میکنم برای تز فوق لیسانسم زیر نظر دکتر مهدی خراسانچی و پروفسور حسن سیدی. از قبل تا الان یا حدود یک سال دو سالی هم هست که در مورد توربین‌های گازی کار میکنم، با هدف اینکه بتونم این علم توربین‌های گازی رو به صورت موتورهای توربوشافت برای شناورهای تنرو بیارم و سایر شناورهای دیسپلیسمنت مثلا یا خیلی جای دیگه در دریا استحصال انرژی یک جور روش استفاده از توربین‌های گازی باشه. اونجا من روی موتور تی جی ساعت به عنوان موتور میکرو توربین جت کار میکردم. در حال حاضر بایومیمتیک کار میکنم در مورد ربات مایی ها زیر نظر پروفسور عباسپور روی ویو فیش و زیر نظر پروفسور سیف به عنوان یک پروژه کوتاه مدت به مدل سازی عددی مانور شناورهای کاتاماران میپردازم. و مورد بعدی با زیر نظر دکتر خراسانچی به پژوهش در مورد زمینه Vortex Induced Vibration در رایزرهای نفتی میپردازم و این هم خیلی موضوع جذاب و جالبی هستش. و در آخر هم به صورت یک سرگرمی تا حدودی با فکر اقتصادی در مورد طراحی فولبورد ها کار میکنم زیر نظر که الان مقدار کم شده فعالیتم با مرکز رشد صنایع دریایی ایران واقع در دانشگاه صنعتی امیر کبیر. و این بود فعالیت پژوهشی من، و دوست دارم خیلی از اینهایی که یاد میگیرم رو
به صورت یک ویدیوی آموزشی در اختیار شما عزیزان قرار بدم. خب سوال اینجاست، بایومیمتیک به چه معناست؟ بایومیمتیک یعنی چی؟ چندین تا تعریف در مورد بایومیمتیک وجود داره. شما اگه گوگل رو هم باز کنید و بایومیمتیک رو تایپ کنید به همین تعریف ها میرسید که به طور خلاصه طراحی با الهام از طبیعت گفته میشه، یعنی با بهره گیری از ساختارهای زیست شناختی بتونیم مدل هایی رو برای حل مشکلات و مسائل فنی خودمون بسازیم. یه تعریف دیگه از بایومیمتیک هستش که اصطلاح فارسیش بهشون میگن زیست تقلید پذیر، اساسا به معنی مطالعه ساختار و عملکرد اندام ها یا سامانه ها و فرایند های زنده و الهام از طبیعت به منظور طراحی و تولید نمونه های مشابه در سایر فناوری ها مثل فناوری زیستی یا مهندسی سیستم ها میباشد. خب اینجا ما یک، چون من دارم فیلد دریایی بایومتیک رو مد نظرم هست، به طور عمده روی ربات ماهی ها کار میکنیم، انواع ربات ماهی ها، ربات ماهی هایی که مکانیزم های مکاترونیکی دارن، الکترودینامیکی دارن، الاستومری و مغناطیسی و انواع دیگه هم هستند. اینجا یک فیلم هست که من دوست دارم اینو برای شما پلی کنم. این یک شناور هست، یک ربات فیشر که دایوینگ میکنه، بالا و پایین میره، میتونه جهت حرکتش رو عوض کنه و با انتقال مرکز جرم و یک حدودن، من چیزی که الان من در موردش احساس میکنم با جابجایی مرکز ثقلش داره، جابجایی مرکز ثقل مرکز بویانسیش داره، جهت حرکتش رو به سمت بالا و پایین شبیه گلایدرهای دریایی داره بالا پایین میره. بله همونطور که میبینید این خیلی یکی از واقعا سخته در روی اینها. خیلی خوب، این حوزه تحقیقاتی شامل ایده های برتر طبیعت و تقلیل از طراحی های فرآیند های موجود در آن با هدف یافتن راه حل‌های کارآمد برای مشکلات بشره. چرا که با توجه به رقابت‌های شدیدی که در جریان انتخاب طبیعی وجود داره، سیستم‌های طبیعی برخلاف فناوری‌های ساخته بسته بشر از اتلاف کمتر و بازده و کارآمد بیشتری برخوردار هستند. در حقیقت اساس این علم مدل‌های طبیعی بیولوژیکیه که با مطالعه فیزیولوژی اونها می‌تونیم سامانه‌های مدرن و فناور رو بسازیم. چند تا نمونه از مثال زدنی از کاربردهای علم بایومیمتیک رو میخوام براتون بیارم. برگ درخت رو میبینید. مطالعه یک برگ درخت برای ساخت یک سلول خورشیدی بهتر. یه نمونه است. هواپیما رو میبینید. طراحی هواپیما بر اساس ساختار بدن پرندگان. الان داره دنیا به این سمت میره. زیردریایی ها رو میبینید. ساخت زیردریایی از روی ساختار دلفین ها. میبینید رادارها مثلا. رادارها با توجه به سیستم راداری خفاش ها رو مثلا. اینا کاربردهایی که انسان به این نتیجه رسید که چقدر خوبه که از روی دست خداوند کپی بزنه. چرا که اون خالق بی همتا بی عیب و نقص طراحی میکنه. کاربردهای بایومیمتیک را میتونیم به سه تا دسته تقسیم کنیم. سامانهای زیست ترکیبی که ادغام فناوری های غیر زنده با سامانه های زیستی برای ارتقای توانایی های طبیعی آنها. ادغام فناوری های غیر زنده با سامانه های زیستی برای ارتقای توانایی های طبیعی آنهاست. سامانه های زیستی مهندسی شده مثل مهندسی ژنتیک در حیوانات، حشرات، باکتری ها و گیاهان مهندسی شده. سامانه های بیومیمتیک که شناخت سامانه های زیستی و الگوبرداری یا الهام گرفتن از آنها برای ساخت سامانه های مصنوعی جدیده. اینجا شما یه دونه ربات فیش رو که ساخت کره جنوبی هستش میبینید. این ربات فیش خیلی قشنگ داخل آکواریوم چندین تا از اینا رو قرار دادن. الگوریتمی که برای حرکت اینها نوشتن خیلی شبیه ماهی زنده است و واقعا یعنی آفرین داره که اینا خیلی کار قشنگی انجام دادن. سایترین کاربرد بیومیمتیک در زندگی امروزه هم وارد شده. شما فکر میکنید واقعا
شاید ما خیلی بهش برخورد داشته باشیم. این گیاه که گیاه کاکل بر هست، یه گیاهی که شما شاید نمیدونم نوع دیگهش رو دیده باشید که وقتی به از کنار این گیاه رد میشین اگر به شلوار آدم گیر کنه میچسبه، خیلی هم کندنش سخته و اگه دقت کنید بشر اومده از روی همین کاری که خداوند آفریده به این زیبایی اومده الهام گرفته و این چسبای ولکرو طراحی کرده، یعنی همون چسبایی که اتیکت ها هستن میچسبونن، اتیکت میچسبونن، یا مثلا شبیه بنده کفش، کفشایی که مثلا بنده چسبی دارن اومده الهام گرفته. سایترین کارگرد کار کرده بیومیمتیک که به زندگی روزمره وارد شده و از اتصال گل از گیاه ککلبر به پوشش بدن مانند پشم و موی حیوانات به وسیله قلاب‌های ظریف تقلید می‌کنه. برخی از سازوکارها و توانایی‌هایی که در ساخت آنها از گلوهای طبیعی استفاده شده می‌تونه به طور موثری به خدمت گرفته شن، عبارتن از مواد و ساختارهای چند منظوره، مواد و ترکیبات مستحکم، فرآیندهای ساخت و تولید، تولید ابزارهایی داره فعالیت‌های تخصصی مثل چکش زدن بدون ایجاد ارتعاش، الهام از فعالیت دارکوب، یا ترکیب چسب‌های خشک بسیار قوی بر اساس مکانیزم موجود در پای مارمولک، سیستم های نانو با الهام از ساختار باکتری و ویروس، ربات های داره عمل هارمونیک و رفتار نزدیک به انسان، ساختار های داره عمل آیرودینامیک مثلا مشابه با مرغ مگزخوار و شبیه سازی حسگرهای طبیعی که خیلی مهم هستند. خب اگه دقت کنیم یک شرکتی هست، شرکت دارپا توی آمریکا، بر اساس عملکرد مرغ مگزخوار اومده یک ربات طراحی کرده، واقعا جای تحسین داره، خیلی مشابه و خیلی کار اومد. حالا کاربردهای بیومیمتیک در حوزه های زیر اهمیت فوق العاده ای دارن، مثلا مواد و فرآیندهای زیستی، زندگی مصنوعی و هوش مصنوعی، روباتیک، سازها و ابزارها، حسگرها و ماهیچه های مصنوعی. حالا در شکل سمت راست شما میبینید یک دست بیومیمتیک ساختن و توی شکل گفتم که از کاربردهای بیومیمتیک در زمینه حسگرها است و بیومیمتیک سنسورز، ویژن سنسور یا فوتو سنسیتیو دیوایسز تو بیو نوکلیر ورژن کامراز، یک سنسورهای بینایی، اودیشن سنسورها، بعد تای سنسورها، پیزو الکتریک اند کاپکتیو اند الکترومگنتیک، سنسور کوچیک، سنسورهای الکترونیک نوزز، بینی های الکترونیکی و تیست سنسورز، سنسورهای چشایی. خیلی جالبه. چندی تا کتاب هستن که من دو تا از نمونه هاش آوردم، بیو میمتیک سنسور تکنولوژی آقای خیلی سخت اسمش کیوشی توکو نوشتن این کتاب رو، و بیومیمتیک روباتیک آرتیفیشال ماسلز اثر آقای کوین جین کینگ و همکارانشون، بالاخره از اینا هستن. خب مایه چگونه حرکت میکنن؟ بیشتر جانداران این توانی رو دارن که انواع مانورهای حرکتی رو انجام دن و همچنین میتونن بخش یا همه بدن رو در وضعیت خاص تعادل نگه دارن. حرکت و تعادل جانداران مسئله مهم مکانیکیه. حالا شما این اسب رو می‌بینید، مثلا جانداران دستگاه ماشین‌هایی هستن که به کمک نیروهایی که به حرکت در میارن و کار انجام میدن و ساختمان‌هایی هستن که تحت اثر نیروهای وارد در حالت تعادل قرار می‌گیرن. هر کدام از انواع جانوران داره اعضا و دستگاهی هستن که حرکت و تعادل آنها امکان پذیر می‌کنه. برای نمونه جاندار زمینی مثل چی؟ اسب، چهارپاها. به کمک سیستم استخوان بندی و ماهیچه ها توانی انجام حرکات گوناگونی برای زمین دارن. جاندار دریایی مثل ماهی ها و نهنگ ها داره اعضای مانند بالا هستن و شکل عمومی آنها طوریه که برای شرایط دریایی و حرکت در آن مناسب طراحی شدن. شما نکنین واقعا طراحی خداونده که تحسین برانگیزه. در کل میتونیم چنین بگیم که فرم ساختمانی و عمل کرده هر یک از انواع جانوران با شرایط محیطی آن جانور هماهنگی داره و به عبارت مهندسی شده. جانوران ماشین هایی هستند که در طبیعت برای شرایط خاص محیطی خودشون نیازهای حیاتی وابسته با اون طراحی شده و ساخته.
شده دست خداوندن. یعنی شما ناگهان شرایط خاص محیطیشون و نیازهای حیاتیشون اونها رو اینجوری تکامل پیدا کردن که به این شکل امروزیش که میبینیم ما در اومدن. همچنین ردیابی انواع جانوران در طول دوران گذشته این نتیجه به دست داده که از دیدگاه تکاملی نیز تغییرات فرمی جانوران در طول زمان همواره در جهت صورت گرفته که کارایی مکانیکیشون به عنوان یک ماشین کامل افزایش یابه و بررسی و مطالعه مربوط به حرکت و تعادل جانوران از دیدگاه مکانیکی دارای وجود مسائل مکانیکی مشترکه. مثلا در مورد جانوران یکسانه. علاوه بر اون حرکت و تعادل، حرکت یکی از انواع جانور از ویژگی‌های برخورداری که ویژه اون جانور به خصوصه. خب شما نگاه کنید، دو نوع اینا مایه، من اشتباه نکنم الاستومری هستن، با پالس الکتریکی که بهشون وارد میشه این بدنها حرکت میکنن. الان در سمت شکل سمت چپ یه ماهی کوچیکه، میبینید که خطکش هم قرار دادن اونجا، خیلی کوچیکه، در آب آرام حرکت میکنه و یه حالت عروس دریایی هم هست که در آب آرام حرکت میکنه. خب عدیده میکنه که پویشی ماهی چیگونه حرکت میکنه، چطور حرکت میکنن ماهی ها؟ ماهیان بر حسب شکل، بر حسب اندازه شون و بر حسب چگونگی حرکتشون داره انواع گوناگونی هن. انواع گوناگون ماهی برای حرکت رو به جلو و انجام مانورهای حرکتی از بخشی و یا تمام بدن خود سود می جوین. اندام محرکه در ماهی داره حرکت نوسانیه. بخواهم که همین حرکت نوسانی است که نیروی جلو برنده ماهی تامین میشه و علاوه بر اون ماهی داره پرهای قذوفی به نام باله هستن که تعادل و اندازه اونها در ماهیان گوناگون متفاوت. گذشته از اون داره دومهای ارتجایی و نیرومندی هستن. ماهی ها از باله ها، دوم یا تمام بدن برای انجام حرکت در آب سود میشه. برای نمونه حرکت مار ماهی رو نگاه کنید، به کمک امواجی که در طول بدنش منتشر میکنه حرکت میکنه. که عکسش رو میبینید، ماهی قزل‌آلا از حرکت نوسانی باله برای حرکت خودش کمک میگیره و همونطور که در عکس میبینیم در موج ماهی یا ویو فیش به صورت یه نواری از طویل در طول بدنش قرار گرفته و حرکت موجی این باله به ماهی توانی حرکت به پس و پیش رو میده. جلو رفتنش این تراستی که تولید میکنه از اینمش. بله، نه تنها انواع گوناگون ماهی ها از مکانیزم و سازوکارهای گوناگون برای شنا بهره می گیرن، بلکه حتی در یک ماهی خاص این مکانیزم های حرکتی در آغاز حرکت و در سرعت های گوناگون متفاوت. از این روز که بیان فرضیه کلی مکانیکی توجیه پذیر حرکت ماهی دشوار. حالا هدف ما چیه؟ هدف ما اینه که این مکانیزم ها و مانورها که گفتم هدفشون خونسا نمودن نیروی مقاوم در برابر حرکت رو به جلو یا جهت دلخواه یا جهت شتاب مطلوب به بدن جانور. مثلا نکته که با دقت کنیم اینه که این جانوران در شاره ها، یعنی سیال های پیرامون خودشون باید وجود داشته باشن، برای ایجاد نیروی محرکه کمک میگیرن از سیال و بدون وجود این شاره های پیرامون جانور حرکتشون امکان پذیر نیست. برخی از انواع ماهیان هستن که از حرکات موجی تمام بدن خودشون در ایجاد نیروی تکیگاهی و محرکه سود میجوین و برخی هم به کمک حرکات بالا و دوم به این هدف میرسن. مثلا نگاه کنید شما، مثل هواپیما و زیردریایی برخلاف راکت و موشک که اندرکنش گاز خارج شده به صورت پیشرانه جت به بدن جسم اون رو میرونه، برای حرکت نیازمند شاره پیرامون خودشون نیستن. بله. در مکانیزم نوع نخست حرکت موجی تمام بدن همچون مارمایی، حرکت موجی در وسط ماهیچه های بدن جانور از سر ماهی آغاز شده به سوی دوم انتشار پیدا میکنه. مکانیزم نوع دومی هستن که ایجاد نیروی محرکه بکنن که بالا و دومه. مثلا انواع گوناگون در حرکت ماهی بدون حرکت خمشی درون دوم حول محور عمود بر صفحه باله، حرکت پیچشی درون دوم حول محور واقع در صفحه بالا تقسیم میشه.
در بعضی ماهی‌ها این دو مکانیزم روز ترکیب با دیگر به کار می‌رن. ماهی در ماهی‌ها تو مکانیزم حرکتی دنبالشون دارن حرکت نوسانی بالا و یعنی هستن که دوم خودش گردابه‌ای رو ایجاد می‌کنه. از دیدگاه مکانیک شاره‌ها این گردابه‌ها که در آب آرام ایجاد می‌شن نمایشگر میدان سرعتی هستن که در بخش از آب در حول محورهای دوران در میان. ماهی با حرکت باله‌ها و دوم آب را چنان جا به جا می کند که نتیجه آن اعمال نیروی واکنشی از سوی آب به بدن ماهی در جهت مورد نظره. نتیجه حرکتش چیه؟ نسبت به بالا چنان است که نیروی جلو برنده بر ماهی اثر کرده جانور پیش می ره. نیروی محرکه حرکت ماهیان از انرژی کششی که در ماهیچه ها ایجاد میشه تامین میشه. و دیدگاه مکانیکی اگه بخوایم بررسی کنیم در حرکت عادی مقدار انرژی مفید تولیدی برابر است با حاصل ضرب سرعت ماهی در مقاومتی که آب پیرامون سطوح جانبی بدن ماهی اعمال میکنه. بله خیلی مقاومت این مقاومت تا حد بسیار زیادی بستگی داره به چی؟ به اینکه جانور بتونه بدون ایجاد گردابه‌های غیر ضروری در آب حرکت کنه. این مهمه. یا اینکه این مقاومت با حد زیادی بستگی داره به جهت حرکت و شکل هندسی اون ماهی که چه جهتی داره حرکت میکنه. توان ماهیچه به چی بستگی داره؟ به نیروی کششی ایجاد شده در اون و سرعت انقباض ماهیچه ارتباط داره. این توان برای مقدار خاصی از نیروی کششی و سرعت انقباض به بیشینه خودش میرسه. سرعت حرکت بستگی داره به چی؟ به طول بدن، به بسامد و به ارتعاش دم ماهی. هر اندازه که طول بدن ماهی بلندتر باشه بیشینه بسامد حرکت دم هم بیشتر میشه و در نتیجه نسبت بیشینه سرعت به طول با افزایش طول بدن کم میشه. در نتیجه در سرعت‌های برابر 8 تا 10 برابر طول جانور در ثانیه تنها برای 6 ثانیه دام پیدا میکنه. سرعت‌های عادی نیمه در ثانیه ماهیان کوچک تا حدود 30 سانتی متر برای مدت بیش از 20 ثانیه قابل تداوم هستند. ولی خب شکل بدن و ویژگی‌های ظاهری این ماهیان رو ما باید بررسی کنیم. ما که داریم علم بایومیمتیک دریایی رو داریم بررسی می‌کنیم، می‌خوام ربات فیش طراحی کنیم. خب اینها اول در مرحله لارو هستن، مرحله لاروی. اندازه و شکل بدنشون خیلی متفاوته. بسیار از گونه‌های کوچک و حتی طول برخی از لاروها گاهی به چند میلیمتر. بزرگترین ماهیان والها و کوسه‌ها هستند که معمولاً طولشون به 12 متر میرسه. شکل بدن در ماهیان نیز متفاوته. مثلا در مار ماهیان طویلا استوانه‌ای، در تون ماهیان دوکیشک، در سپر ماهیان و در سفر ماهیان فشرده و شبیه دیسکن. اینجا هم شما شکل لارو رو میبینین، اینم یه سفر ماهیه. خب شکل بدن ماهیان به طرز شگفت‌انگیزی برای عملکرد حیاتی اونها سازگاری پیدا کرده. مثلا چی؟ ماهیان پهن میتونن در بستر دریا قرار بگیرن و جلوگیری از شکار شدن خودشون همرنگ بستر کنن. فرم دوکی شکل تون ماهیان میتونه مقاومت آب رو به حد اقل برسونه. به این ترتیب اونها به شناگران قابلی تبدیل شدن و شکل بدن برخی از ماهیان بگونه که حتی ما رو به تعجب واداشته که اصلا شباهتی به ماهی نداره. مثال میتونیم بزنیم، مثل چی؟ مثل اسب دریایی. اسب دریایی نگاه کن، مثلا تفکری که ما داریم از ماهی، من نمیدونم این گردابه کجا تشکیل میشن که این پیش میره، این واقعا جالبه. یا دراگون های دریایی برگی شکل، اینا هم رانش دارن، واقعا جالبه. اینا دراگون ها یه گونه از شناوره هستن که برگی شکل با اتصالات برگ مانند از باله ها و سطح بدن منشأ میگیره و خلاف شباهت غیر معمولشون به ماهی هم که به راحتی میتونن خودشون لابلای گیاهان و محیط های زندگی میکنن استتار کنن. ماهی هم داره اشکال حرکتی مختلفی بودن که اغلب مرتبط با ویژگی‌های ریخت شناسی خارجی آنها می‌باشد. الگوی حرکت محوری اساساً به رفتارهای شنای آنها که ارتباط با خمیدگی استخوان پشتی داره بستگی داره. ماهیان با هدایت کردن آب به سمت عقب شنا می‌کنن و اما الگوی هدایت بین اونها متفاوته. جانورشناسان چیکار می‌کنن؟ جانورشناسان الگوی حرکت در ماهیان رو بین
بین بر اساس طول بالای دومی و نیروی جنبشیشون به سه تا گروه کلی تقسیم بندی میکنن. مثلا چی؟ حرکت مارماهی شکل. حرکت ماهی به کمک حرکات موجی شکل ماهیچه ها در بدنه صورت گرفته که این حرکات موجی از ناحیه سر شروع کرده به سمت دوم جانور ادامه پیدا میکنه. حرکت کارانجیفور در این شکل از حرکت ماهی به وسیله بالای دومی و پدانکل دومی حرکت میکنه، مانند ماهی آزاد، قزلالا و تون ماهیان. حرکات جنبشی که تنها به کمک بالای دومی و بدون حرکت دادن بدن انجام میگیره، مثل صندوق ماهیان. خیلی خوب. بله، باله های ماهیان به شدت بر شکل و عملکرد حرکت ماهی مؤثر. حالا ما این همه گفتیم، ولی چرا باید به این علم توجه ویژه‌ای کنیم؟ چرا؟ واقعا چرا ما باید به این علم توجه ویژه‌ای کنیم؟ این همه ما اینجا الان توضیح داریم در مورد علم بایومیمتیک. خب میخوام توجه شما رو جلب کنم به یک قسمتی از تاریخ تکنولوژی. چقدر زیبا، بهره‌وری یکی از مهمترین مزایای انتقال حرکت فویل‌های نوسانیه. بهره‌وری پروانه‌های استفاده شده برای جابجایی زیرسطحی به طور کلی بیش از 40% بیشتر کارآمد نیستن، در حالی که آزمایش انجام شده در سال 1995 توسط دانشگاه ماساچوست MIT در فویل‌های نوسانی نشون داده که کارایی بالاتری از 80% امکان پذیره و پیش‌بینی می‌شد که حرکت معکوس در خیابان گرداب‌های فون کارمن ورتکس استریت، اگر ما بتونیم حرکت معکوس داشته باشیم و امکان پذیر باشه، کارایی بیش از 100% می‌تونه حاصل بشه. عجیبه واقعا. آیا اندرسون و همکارانشون با اندازه‌گیری اثرات افزایش جابجایی جانبی، طول فویل، زاویه حمله، زاویه فاز بین حرکت هیو و پیچ که روی 8 تا نمونه آزمایشی انجام دادن، راندمان کاری رو از 6% تا 87% افزایش دادن. واقعا این محشره، یعنی خیلی عالیه. شما حساب کنید دیگه، یعنی الان بشر اومده پروانه رو آفریده، ولی اگه واقعا پروانه یه چیز کاملی بود، چرا ما الان یک ماهی نداریم که پروانه داشته باشه؟ حالا یه مثال میزنم و مزام میکنم، ولی اینجاست که خداوند متعال واقعا گل کاشته. ما به یه خورده کمی فکر کنیم در مورد بی تفاوت از کنار اون چیزی که میبینیم رد نشیم. شاید ما بچه بودیم این مگس رو نگاه میکردیم، میگفتیم که چه موجود آزاردهنده و واقعا اذیت کننده ایه، ولی الان دارن همین مگس رو طراحی میکنن. این واقعا خب خیلی عالیه. الان مثلا شما، مثلا من یک فیلم براتون بذارم از A research group in the Hirose Fukushima lab at the Tokyo Institute of Technology is doing R&D on a robot مار. حالا اینجوری هم بگیم که تو هم خشکی میتونه حرکت کنه و از یه سری اتصالات یونیورسال درست شده و الان اینجا شما حرکت در آبش رو میبینید. واقعا اینجا که خالق بی همتا بهترین طراح عالمه و بشر تصمیم گرفته که چه کنه که واقعا از خداوند متعال الگو بگیره توی طراحی جدید خودش. خیلی ممنونم که این جلسه اول رو به عرض بنده توجه کردیم. امیدوارم توی جلسات بعدی که برنامه‌های بهتری براتون داریم، ما بیایم شروع کنیم به کار کردن روی طراحی یک دونه ربات ماهی. بیایم بیس علم رو بگیم، بیایم بالا. ما توی این کاری که داریم، ما از نرم افزار آدامز استفاده می‌کنیم انشاءالله، از نرم افزار استاسیسیم یا CFX استفاده میکنیم برای تحلیل های هیدرودینامیکیمون و انشالله که بتونیم یک در نهایت یه دونه ربات ماهی رو طراحی کنیم. من فکر میکنم که ما
به بحث الکترونیکشن بپردازیم، ولی همکاران بنده یا خودم اگه تونستم این کار انجام میدم با هدف رشد جمعی. خیلی ممنونم از توجهتون، سرتون رو درد آوردم. انشالله که در جلسات بعدی بتونم اطلاعات بهتر و نابتری رو در اختیار شما عزیزان محترم قرار بدم. یا علی.